با تشکر از آیدی لیان، ما چون به من علامت میدن 6 7 دقیقه به پایان این برنامه هست، چون فوری پخش مستقیم خواهد شد در سراسر آمریکا و اروپا از سایت از کانال ماهواره اینترنتی تلویزیونی E2. ببینید لیان دقیقاً شروع کرد در رابطه با اون جوری که ما باید فکر بکنیم. یعنی شما عزیزان وقتی که یه چیزی رو تو اخبار ما میخونیم و یک کاری رو جمهوری اسلامی میکنه، اون رو شما فکر کنید دست راست جمهوری اسلامی داره با دست راستش چه چیزایی انجام میده که ما ببینیم، باید فکر دست چپه باشیم اون پشت داره با دست چپ چی کار میکنه، چون اینا که نمیان که کارهای کثافت کاریاشون به ما بگن این کارو کردیم و این حرفو زدیم. این چیزایی که میگن چیزاییه که دلشون میخواد ما بدونیم که ما رو گیج بکنه. پس وقت اگر ما یک سیستم و ساختار درست داشته باشیم که من امیدوارم نهاد مردمی یا یک چیزی شبیه اون همچی چیزی باشه، متخصصین باید بنشینن و در رابطه با تمام این صحبتهایی که لیان کرد بررسی بکنن و تکنیک و استراتژی و برنامه‌ریزی داشته باشن. ما این ما که میگم این اپوزیسیون باید این روسپی‌ها رو که گفتن حالا 600,000 دلار در داخل کشور باید به طرف خودش بکشه، مخالف رژیم بکنه. این 14 میلیون بی سواد ما باید طرف خودمون بکشیم، مخالف خامنه‌ای دیگه بکنیم. ما اون کسانی که هر جوری بهشون منفعت میرسه از این مسائل اقتصادی که لیان گفتش، اینها رو باید جوری زیر فشار بذاریم که بگن آقا غلط کردن، نمیخوام یا بذارن بیان یا برگردن بعد ضد رژیم. و هر کدوم از اینا فکر میخواد، دانش میخواد، آگاهی میخواد، تئوریسین میخواد و بودجه میخواد که عمل بشه، به جای اینکه ما اینجا بشینیم بگیم آقا رفسنجانی عجب آدم بدیه، نم خامنه‌ای جانی احمد نژاد هم ببخشید یه فوش دیگه هم به اون بدیم. اینا ما رو به جایی نمیرسونه. ولی اینا رو از هم گسیستن، تاکتیک تیک کردن، یک گروهی فقط بشینه که آقا ما چگونه میتونیم 600,000 700,000 روسپیایی که هستن که واقعا دلشون نمیخواد روسپی باشن در داخل کشور به خاطر وضع اقتصادی این شدن، ما چه کار میتونیم الان براشون بکنیم، چه وعده‌ای میتونیم که به درستی و با صداقت براشون بدیم برای بعد از آخوندا که اینها بیان و با ما باشن. و احیانا این روسپیها چه کار میتونن بکنن؟ به احتمال زیاد ممکنه بسیارشون ببخشید دارن حالا کار میکنن این حرفا با کلی از این آخوندا خبر میتونن بیارن، تو خونه این آخوندا دارن میرن، میتونن اونجا نمیدن وسایل گوش دادن ضبط و اینا بذارن که ما ببینیم چه حرفایی میزنن و و و، یا میتونن آبروشون رو ببرن نمیدونم کمک کنیم 6 تا 7 تاشون بیان آمریکا و آبرو ببرن، فیلم ببرن از این چیزا. یعنی کارهایی میشود کرد که اینا فکر و بودجه لازم داره و در عرض یه برنامه که 2 ساعت تلویزیون اینا نمیشه. و این چیزیست که ما در این چند سال کم داشتیم و هنوزم کم داریم. و تا وقتی که یک ساختار سیستماتیک نداشته باشیم که به جزئی ترین چیزها برسه و از طریق سیستماتیک و تئوری و عملی و با بودجه و در سطح بین المللی در رابطه باش کار بکنه، به نظر من ما به اون نتیجه اصلی نخواهیم رسید. نفر بعدی ریپابلیکن، بفهمید از داخل کشور. خب سپاس نور بر شما دکتر فروتنی گرامی و بینندگان تلویزیون. حالا یه بحث که نه، یه خبری رو باید بدم، حالا شاید بعضی دوستانم بدونن. در همین بیلوت یک خانومی بود به اسم آیدی بانو کردیه، نمیدونم دوستان یادشون بوده یا نه، ایشون یه مدت دیدیم دیگه در بیلوکس نمیان متاسفانه. بعد حالا که پیگیر شدیم فهمیدیم که در روز عاشورایشون گیر افتادن، یعنی دستگیر شدن. اسم ایشون خانم زهرا بهرامی بود که از دستگیر شدگان روز عاشورا بودن. الان هم در بند 209 اوین تحت شدیدترین شکنجه ها هستن برای اعتراف گرفتن و متاسفانه ایشون از هلند اومدن ایران که حالا کمک کنن بچه های داخل کشور رو، ولی گیر افتادن. بهشون هم انگ مجاهدین رو نمیدونم انگ انجمن پادشاهی چسبوندن و تحت فشار هستن واسه اعتراف. حالا یه فیلمی هم دوستان به من رسوندن که به شما هم میدم که گفتن این اعتراف کردن. بله، یکی از اشتباهاتشون این بود که خیلی مشخصات میدادن. از همه دوستانی که داخل ایران هستن خواهش منم که در این محیط ها و کلن در محیط مجازی و غیر مجازی خیلی مشخصات ندن، خیلی اعتماد نکنن به هر کسی، چون
دوستتونه امکان داره یک نفر از جمهوری اسلامی باشه. اینها رو جدی بگیرید دوستان. الان ایشون خانم بانو کردیه، آیدیشون بانو کردیه بود اینجا. الان متاسفانه تحت شکنجه های روحی و جسمی هستن واسه گرفتن اعتراف و امیدواریم هر چه زودتر آزاد بشن. این خبر رو میخواستم به اطلاع دوستان برسونم. مرسی از تایم و میکروفون آزاد. با تشکر از آیدی ریپابلیکن، ایشون همینجور که توضیح دادن و ما همیشه در تمام چت های تلویزیونیمون و هفتگیمون در جنبش ایران فردا و SOS ایران گفتیم، به هیچ وجه عزیزان داخل کشور یا اونایی که میرین و میان ایران، به هیچ وجه، به هیچ وجه، به هیچ وجه، به هیچ کس در این اتاقهای چت اعتماد نکنید. تو همین اتاقی که ما الان هستیم، با کمال احترام به تک تک عزیزانی که اینجا هستن، هر کدوم از اینها میتونن احتمالاً مزدور جمهوری اسلامی باشن و اطلاعات شخصی ندید، نگید از کدوم شهر هستید، نگید که فامیلتون چیه، شماره تلفن دستی ندید، قرار نذارید بره سر خیابون جنم فلان یه جایی کسی رو ببینید، به هیچ وجه و به هیچ وجه، مگر اینکه 100% مطمئن باشید. فکر نکنید چون اومدین تو اتاق بیلوکس و احتمالاً هم آقای فروتن میگه که دوست عزیزم یا از هموطن عزیز از داخل کشور صحبت کنید، این دلیل میشه بنده کسی رو میشناسم. بنده هیچ کس از کسانی که در این اتاق هست رو ندیدم، نمیشناسم. فرق نمیکنه ادمین های روم، غیر ادمین و غیره. من میگم با کمال احترام میگم، پس احتیاط 100% مهم هست و مواظب خودتون باشید. وقتی که متخصصین اومدن و ما هم در جنبش ایران فردا قبلا داشتیم، نحوه هایی هست برای آزمایش اشخاص در داخل کشور، برای آزمایش صداقتشون، برای آزمایش مزدور نبودنشون. ما داریم تست هایی که در از مراکز بسیار مهم اومده، آزمایش ها و امتحان هایی که قبلا اینا تایید شده و کار میکنه. سبز بمان، آیا شما از داخل کشور هستید؟ چون وقت ما الان چند دقیقه جمع شده؟ 57 دقیقه. اوکی هموطن عزیز، اجازه بدید من اینجا خداحافظی بکنم چون وقت برنامه تموم شده، ولی بعد از برنامه میمونم که دو عزیزمونم صحبت بکنن. برنامه امروز تموم شده، مطمئن باشید و یادتون باشه که ما پیروزیم چون حق با ماست و با کسی هم شوخی نداریم. پاینده ایران، خدا نگهدار.